عشا، گشتی در جهان اندیشه ها، کلیشه ها و رویدادها. عشا راستی و روشنایی را با شما در میان می‌گذارد. برنامه ای از رادیو تلویزیون مانی. درود ویژه دارم خدمت یکایک شما بینندگان گرامی رادیو تلویزیون مانی. امروز 19 دسامبر سال 2019 برابر با 28 آذر ماه سال 1398 خورشیدی، من فرامرز طاهری به همراه دو تن از هم‌اندیشان دیگر ما، جناب آقایان عزیز دادیار و دانیال استخر، از اندیشکده خردورزان مانی در دومین میزگرد روند تاریخ شیعه‌گری با همدیگه صحبت میکنیم و این مسئله رو مورد بررسی قرار میدیم که امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیریم. قبل از شروع برنامه من ابتدا سلامی دارم، درودی دارم خدمت جناب آقایان دادیار و استخ و از اونها سپاسگزاری میکنم بابت پذیرش دعوت این میزگرد. همچنین سپاسگزارم از مدیریت رسانه مانی و کلیه دست‌اندرکاران که این شرایط رو برای ما فراهم کرد. قبل از اینکه وارد مقوله موضوع برنامه امروز بشم، میخوام به اطلاع شما بینندگان گرامی برسونم که مجموعه پژوهشگران این برنامه مسئولانه تلاش میکنن که نقادی از اسلام و مذهب شیعه با رعایت اصول اخلاقی، البته نه دیدگاه متعصبین مذهبی، بلکه از منظر مستندات تاریخی موجود، تا اونجا که ممکنه مبتنی بر منابع تاریخی، مذهبی و دینی بیان بشه. اما در بسیاری از موارد برای روشنگری و بیان واقعیت بدون اینکه منظور خاصی در میون باشه، ناچاریم تلنگری به عقاید شیعیان بزنیم و اون رو از نظر انتقادی به چالش بگیریم. این خصومت متعبدانه با هیچ باور آورنده‌ای نیست و تنها به منظور روشنگری و آگاهی بخشی سیاسی مذهبیه که تقریبا اکثریت ایرانیان مستقیم یا غیر مستقیم از اون لطمه خوردن و هویت ایرانی ما رو به شدت به نابودی کشونده. لذا ما معتقدیم این تنها راه رهایی از چنگال خرافات دینی و مذهبی. ابتدا خلاصه ای از برنامه قبل رو خدمت شما ارائه میدم برای دوستانی که، برای بینندگانی که شاید برنامه قبلی رو ندیده باشن. در برنامه گذشته گفتیم که زیرساختهای شیعه‌گری رو دو تا فرضیه تشکیل میدن، یکی اصل امامت و نیابت اونه با هدف تأمین قدرت و دیگری اصل مهدویت با هدف تأمین منابع مالی. همچنین گفته شد که اولین بار طرفداران مختار ثقفی از موالی که فرمانده سربازان بیگانه در کوفه بود و شورش کیسانیه رو به خونخواهی حسین ابن علی رهبری میکرد، موضوع امامت در شیعه رو عنوان کرد، که البته نه شیعه 12 امامی بلکه شیعه زیدی که بعدا توضیح میدیم چه تفاوتهایی با هم داره. جناب دادیار در تحلیل خودشون فرمودن تاریخ سنت اسلام مبتنی بر گزارشات مستند تاریخی نیست، بلکه بر پایه قالقاله شکل گرفته، لذا منابع متفاوتی برای
منشأ شکلی مذهب شیعه در این تاریخ بیان میشه. ضمن اینکه اشاره کردن علی خلافت رو به اصرار مردم پذیرفته بود. جناب دانیال استخر اصول امامت و نیابت و همچنین مهدویت رو به لحاظ وجاهت حقوقی مورد تحلیل قرار دادن و نتیجه گیری نمودن که این اصول به هیچ وجه داره وجاهت قانونی نمیتونه باشه. و سرانجام سرکار خانم سرور که به دلیل بیماری امروز نتونستن در میزیگه حضور داشته باشن، ضمن تاکید بر بی محتوا بودن این اصول، پاره از شیعیان رو مورد نقد قرار دادن که چرا با این همه ادله روشن هنوز به چنین اصولی پایبندی نشوند. و اکنون دنباله برنامه. پس از کشته شدن عثمان، علی به نام خلیفه چهارم مسلمان ها به کرسی خلافت تکیه میزنه. افرادی که با خلافت علی بیعت کردن هیچ کدوم شیعه نبودن ها. اصلا مسئله شیعه ای وجود نداشت، امامتی وجود نداشت. ایشون اینها چون دیدن خلافت علی رو برای رسیدن به اهداف سیاسی خودشون مناسب تر دیدن، از این جهت از علی حمایت کردن و او بیعت کردن که به عنوان خلیفه چهارم خلافت کن، بدون اینکه اصلا هیچ سخنی از امامت در میان باشه. پس از اینکه علی به کرسی خلافت تکیه زد، این طوایف به این نتیجه رسیدن که نمیتونن تحت خلافت علی منافع سیاسی مادی خودشون رو به دست بیارن. رضا علم مخالفت بر علی رو برافراشتن. مخالفان علی رو تاریخ نویسان سنتی اسلام بعد از رسیدن به خلافت به سه گروه تقسیم میکنن. یکی ناکسین یا اونایی که نخست با علی بیعت کردن و سپس بیعت خودشون رو شکستن و در برابر علی دست به شورش زدن، مانند طلحه و زبیر. دوم قاصدین که معاویه و پیروانش تشکیل میدادن. و سومی مارقینه، یعنی اونهایی که در جنگ صفین از سپاه علی خارج شدن و خوارج نام گرفتن. در رأس مخالفان علی معاویه حاکم شام و طلحه و زبیر از یاران نزدیک محمد و رؤسای قریش در مکه و مهمتر از همه عایشه بود. طلحه و زبیر نخست با خلافت علی موافق بودند و با او بیعت کردند، ولی پس از اون با او مخالف شدند. علی برای اینکه بتونه اوضاع و احوال بحرانی خلافت خودش رو با کامیابی حل و فصل کنه، مرکز خلافتش رو از مدینه به زیقار در حوالی بصره تغییر داد. طلحه و زبیر با حمایت عایشه زن محبوب محمد پیامبر اسلام به شهرهای بصره و کوفه لشکرکشی کردند و در حوالی شهر بصره جنگ سختی به نام جنگ جمل بین اونها در گرفت که مدت 7 روز هم به طول کشید. طلحه و زبیر در این جنگ کشته شدند و عایشه هم دستگیر شد. ولی با این وجود مخالفین علی از پا ننشستند و به خونخواهی عثمان به سمت شام رفتند تا با معاویه حاکم اونجا بیعت کنند برای جنگ بر ضد علی و جنگ صفین رو رقم زدند که در این جنگ سبب خلع علی از خلافت بود و به وجود آمدن مارقین یا خوارج. البته در رابطه با خوارج مسائل بسیار زیاده که ما انشاءالله در برنامه‌های بعدی به حضور شما بینندگان عزیز ارائه خواهیم داد. ولی در حال حاضر اگر بخوایم وارد مسئله خوارج بشیم از موضوع اصلی خود ما فاصله می‌گیریم. ضمن اینکه یادآوری این موضوع هم مهمه که براتون گفتم ما بعداً توضیح میدیم، مکتب فقهی زیدیا که فرقه کیسانیه مبتکر اون بودن تفاوت بسیار با شیعه اصنا اثری داره. از نظر کارشناس آقان فقهی این فرقه با مذهب حنفی نزدیکه و در کلام و الهیات هم به معتزله نزدیک داره. فقط شباهت هایی با مذهب 12 امامی داره. یکی از اختلاف های مهم زیدیا و 12 امامی ها اینه که زیدی ها به اسمت اماما
معتقد نیستن و اعتقاد دارن هر یکی از فرزندان حسن و حسین میتونن به مقام امامت برسه. در واقع امامت و ارثی نمیدونن. همچنین معتقدن امام باید قادر باشه به جنگ و دفاع قادر باشه که جنگ و دفاع کنه. لذا امامت کودک و مهدی غایب رو نمیپذیرن. پس میبینید که اصولشون در اصل با مثلا اصل و اصل تفاوت بسیاری داره و مهمترین شرطشون برای امامت همینه که خود کوشش شخصه. حتی پاره ای از کارشناسا میگن که زیدیه به وجود بیشتر از یک امام در یک زمان و نبودن امام در زمان دیگه هم معتقدن، در صورتی که شیعیان میگن نه، در هر زمان زمین باید صاحب یک امام وجود در زمین یک امامی باید وجود داشته باشه. این تفاوت‌های بسیار زیادی وجود داره. خب من حالا بعد از این میخوام رشته کلامو به کف با کفایت جناب آقای دادیار بسپارم با این سوال که شیعیان به این عقیده دارند که امام و جانشین پیامبر اسلام از طریق نسع شرعی تعیین میشه و امامت علی و دیگر امامان شیعه هم نیز از طریق نسع شرعی ثابت شده است. این اعتقاد آدم از آیاتی در قرآن نظیر آیه 50 از سوره مائده معروف به آیه تطهیر یا آیه 33 از سوره احزاب یا حدیث نبوی به نام ثقلین و حدیثی سرچشمه میگیره که جابر بن عبدالله انصاری از صحابه محمد پیامبر اسلام نقل شده که میگفت ما نزد محمد بودیم که علی وارد شد. در این هنگام محمد فرمود قسم به کسی که جان من در قبضه قدرت اوست، این مرد یعنی علی و شیعه او روز قیامت رستگارند. و اونگاه بود که آیه خیرالبریه یعنی آیه هفتم از سوره بینه نازل شد به معنی در حقیقت کسانی که گرویده و کارهای شایسته کردن آنانند که بهترین آفریدگان. حالا من میخواستم جناب دادیار برای ما تحلیل خودشونو برای ما و بینندگان تحلیل خودشون از این مسائلی که شیعیان بهش اعتقاد دارن بفرمایید. جناب دایاد میکروفون در اختیار شماست. بله پوزش میخوان، میکروفون بسته بود. با درودهای فراوان بر دوستان گرامی و شرکت کنندگان در این میزه گرد و همچنین سپاسگزاری از رادیو تلویزیون مانی برای پیشبرد آگاهگری در میان هممیهنانشون و همچنین درودهای فراوان بر هنوز این روند مبارزه بزرگ و ستیز بزرگ ملت ایران با این ایدئولوژی مالی خولیایی قرون وسطایی بیگانه که در کشور ما حاکم هست. با درودهای فراوان بر کسانی که جان خودشون رو بر کف دست گذاشتن و جان بخشی کردن در میان ملت ایران و همراه با داغ دل مادران به داغ نشسته گفتگو رو پیش میبریم. من همچنان که بارها تأکید کردم که تاریخ اسلام تاریخی بسیار مغشوش، تاریخی است که هیچ گونه نشانه های باورمند بر تاریخ که عبارت باشه بر سیاهه، مهر و سکه که تبدیل حاکمیت ها به حاکمیت دیگری است، تاریخ علمی هیچ چیز دیگری به عنوان سند بجز اینها نمیپذیره. و تاریخ اسلام خوشبختانه بدور از همه این سه موضوع اصلی کشف تاریخ است. یعنی نه سیاهی وجود داره از محمد و چهار یاران او که خلافت اسلامی رو بنیان گذاری کردن، نه مهری حتی از خلافت 10 ساله عمر که بزرگترین امپراتوری 10 ساله شبه جزیره عربستان، کسرای ایران و فراعنه مصر و در واقع اکاسره روم رو داشته. هیچ کدوم از این نشانه ها در تاریخ برای کنکاشی علمی وجود ندارد. این من هر بار من در گفتگو هم اینو تاکید میکنم که شنوندگان عزیز بدونن که با چه تاریخی سر و کار دارن
و با تا چه اندازه این تاریخ درست است. مذهب شیعه یا سنی که سگ زرد برادر شغالند هر دو، هیچ تفاوتی با یکدیگر در به کرسی نشاندن مالی خولیا در اذهان مردمی که تسخیر کردن ندارند، خودش به سه موضوع به درستی روشن میشه که این تا چه اندازه درست یا غلط هست. موضوع نخستین، سرفصل نخستین این هست که همه مسلمانان به قهاری اراده خدا اللهشان باورمندند، یعنی آنچه خدا بخواهد همان خواهد شد. فاذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. خداوند هر امری را که بخواهد بلا فاصله و بیدرنگ انجام خواهد شد. این در این مسئله یا مسلمانان باید بپذیرند که اراده خدا قاطعانه است و بیچون و چرا و بیدرنگ اجرا می شود و یا نمی شود، اراده خدا بالاتر هست چیره می شود یا اراده ابلیس. در این مسئله خود مسلمانان باید پاسخگو باشند. اگر خدا الله اراده کرده باشد که علی بلا فاصله بعد از محمد برگزیده شود، دیگر ابوبکر و عمر و حیله ها و مکرهای اونها نباید فائق بر اراده خدا باشد. علاوه بر این 12 امامی رو که شیعه اثناعشری باورمند بر اونهاست، هیچ کدام از آنها اگر اراده خدا بود که پس از علی فرزندان او و فرزندان بلافصلش باید به حکومت برسند، میبینیم که در تاریخ خود تشیع هیچ کدام از این امامها، از امام پنجم گرفته که در واقع، یا دوم بگیریم که حسن هست، سوم بگیریم که حسین هست، هیچ کدام از اینها به خلافت نرسیدن و حسن فرزند علی هرگز حتی برای یک روز نیز به خلافت گمارده نشد و در صلحی با معاویه به خاطر حقوق زنانش که بیش از 70 زن داشت حسن، در صلحی با معاویه به مالیات یک ولایت بسنده کرد و توسط خود زنانش با توطئه آنجور که تاریخ قاله قاله داریم میبینیم در واقع کشته شد و به خلافت نرسید و در یک معامله در واقع امامتی رو که به گفته شیعه ها بر او از روی خدا و محمد رسیده بود خود به دست خود فروخت و اینو تاریخ تشیع نمیتواند منکر باشد. سوم این که مسلمانان باید پاسخگو باشند که اگر محمد نتوانسته است در بین یاران خودش 4 نفر انسان اصولی درست بکنه که بر او باورمند باشند، وای بر آن فلسفه و آورندش. اگر چنین باشد که همه یاران محمد گفته محمد را رد کردند و بیعت با علی نکردند پس از او، این خود نشانه دیگری است بر ناتوانی پیامبر اونها، ضعف پیامبر اونها و غلط بودن این فلسفه که هیچ کس از یاران او، نه زنش عایشه، نه بهترین یارش که در قرآن ذکر او رفته است و ثانی اثنین از هما فی الغار که ابوبکر یار غار پیغمبر بوده است و بزرگترین فرمان محمد که بزرگترین یار اوست نمیپذیره و با علی بیعت نمیکنه، همه اینها تاریخ تشیع رو مخدوش میکنه و همه ی آنچه را که باید در واقع درز گرفته بشه در همین سه مسئله به اثبات میرسه. برای اینکه در تاریخ اسلام همونجور که گفتیم به سه شیوه مسلمانان امیر برای خودشون تعیین کردن، یکی جماعت بود که ابوبکر رو در صحیفه در واقع چیز کردن، به خلافت برگزیدن، صحیفه بنی ساعده، و دیگری نسل بود که ابوبکر بدون مشورت هیچ کس عمر رو تعیین کرد و همه مسلمانان پذیرفتند و بزرگترین خلیفه اسلام بود که هیچ کس نتوانست مانند عمر خلافتی رو برگزار بکنه که بدون سر صدا باشه. میبینیم که در یک طایفه، در یک محیط عشیره‌ای و قبیله‌ای مانند مکه و آن همه قبایل، تاریخ میگوید در 10 ساله خلافت عمر حتی یک جنگ کوچک قبیله‌ای رخ نداد.
و عمر خلافتی رو برگزار کرد که امروز مسلمانان همه ریشه های عدالت اسلامی رو در حکومت او میجویند برعکس علی. اینه که نتوانستند ثابت بکنند که این خلافت ها مغایر با رأی مردم بوده. و سومیش هم در واقع اجماع بود که عمر 10 نفر رو انتخاب کرد، از این 10 نفر باید که برگزیده بشه که بین رأی علی و عثمان، عثمان رأی آورد. به هر روی این واقعیات تاریخی به گفته خود مسلمانان اثبات میکنه که شیعه مسئله دروغین است و میدونیم که در خود تاریخ تشیع نخستین کسی که شیعه رو در ایران سازماندهی میکنه شخصی است به نام محقق کرکی که اونو از جبل لبنان برمیدارن میارن و این در دوره صفوی این مرد اینو رواج میده به صورت مکتوب و سپس میبینیم که شاه اسماعیل صفوی فرزند شیخ حیدر از نواده های صفی الدین، شیخ صفی الدین که همه از خانواده های سنی شافعی و حنفی بودند و اصلا کاری هیچ ربطی به شیعه نداشتن. سپس هنگامی که با زر و زور و حاکمیت شمشیر شاه اسماعیل صفوی حاکم میشه و برای نخستین بار در اختلاف با ترکان عثمانی در واقع در تبریز این شیعه رو اعلام میکنه به عنوان آیین رسمی و سپس دو عالم بزرگ عالم اسلام و یعنی هم شیخ میبودی رو که یکی از بزرگترین علمای خراسان هست به قتل میرسونه و سپس شیخی به نام اگر اسمش یادم بیاد بسیار ارزنده است که ایشون یک کتاب شعری هم حتی درباره علی نوشته بود، یعنی یک دیوان شعر درباره علی درست کرده بود که اونو هم کشت شاه اسماعیل صفوی. میبینیم که بدین صورت همه این بزرگان رو به قتل میرسونن و حتی گفتیم در برنامه گذشته که همه شهر تبریز و تقریبا بیشتر مردان شهر تبریز و بیش از دوستان عزیز هم میهنان گرامی تصور بفرمایید جمعیت شهرهای گذشته مانند جمعیت امروزی نبوده. اگر شما در تاریخ میخونید که بیش از 10,000 نفر رو در تبریز کشتن دیگه چیزی رو یعنی قتل عام کردن شهر رو، یا مثلا در دامان خراسان سمنان خراسان همه بزرگان شهر رو، هر کسی رو که سواد داشت حتی همه اینا رو به عنوان ملا با بریدن چشم بینی و گوش و جریمه کردن 300 تومان آن زمان در خانواده ها این سب عمر و ابوبکر رو راه انداختن و از آن تاریخ هست که نامهایی مانند ابوبکر زکریای رازی، عمر خیام و اینها دیگه در ایران به وجود نمیاد و نام عایشه از زنان ایرانی برداشته میشه، همینطور که امروز شما میبینید که. و شما دوستان عزیز تصور بفرمایید در هیچ ملتی در جهان شما نمیتوانید پیدا بکنید که به پیغمبری ایمان داشته باشد اما به پیغمبرشان بیناموس بگویند، امکان ندارد. شما در هیچ کجا هیچ امتی هیچ ملتی رو پیدا نمیکنید که به پیغمبرش دشنام ناسزاگویی های ناموسی بدهد. شما میبینید که بر عایشه که به قول خود محمد، به گفته خود محمد در همه کتب مسلمانان که 1/3 دین من بعد از من در نزد عایشه است و زن محبوب او بوده و نماز رو بدون حضور اون نمیخوانده، اینچنین دشنام هایی بگویند، این معلوم میشود که بل بغض العمر لال حب العلی بسیار بسیار درست هست که اعراب سنی برای ما ایرانی ها روا داشتن. این از بغض عمر که به ما در ایران در زمان او حمله شده است ما دوستدار علی شده ایم، نه اینکه به خاطر وجاهت یا امامت علی. امیدوارم که تا اینجا توضیح اندکی داده باشم. بله، سپاسگزارم جناب آقای دادیار گرامی. باز هم به شما برمیگردیم. من میخوام از جناب آقای دانیال سخت بپرسم که با توجه به این که سخنان من رو شنیدید و سخنان جناب آقای دادیارم شنیدید، میخواستم ببینم که از نظر حقوقی جناب آقای
دادیار، جناب آقای استخره، نظر شما در رابطه با این مسائلی که عنوان میشه چی هست؟ واقعا با توجه به تخصص شما در مورد مسائل حقوقی تا چه میزان میتونیم اینها رو دارای حقانیت بدونیم؟ آیا به لحاظ حقوقی اصلا چنین مطالبی دارای وجاهت هستند؟ بفرمایید جناب آقای استخر، میکروفون در اختیار شماست. الان باز شد؟ بله بله بفرمایید. خواهش میکنم. من بگم، منم از اونجا میکروفون من بسته شده بود. بفرمایید، حالا باز شد. بفرمایید، خواهش میکنم. درود میفرستم به پیشگاه شما، باربود گرامی برنامه، کدبان مانی و مهمان ارجمندتون مهربان دادیار و همه بینندگان و شنوندگان گرامی برنامه خوبش. پیش از پرداختن به پرسش بسیار خوب و ستوده‌ای که فرمودید، من از اونجایی که بسیار دلنگران و آشفته حالم و با خانواده های ایرانی که فرزندان و دلبندان و برادران خیش را از دست دادن، چامه ای سرودم که نخست آن را بر می خوانم. یاد آور نیزه و نیزار و آن تیر و تبار، با تن زخمی دو چندان کشته های بیشمار. دست بسته پای زنجیر و به سر زخمی درشت، کینه ورزیده ستمگر لاله ها بستار ما. زیر آب فریاد آزادی سرودی ای دلیر، بی نفس ماندی و تنها با دلی رنجور و زار. دشت گلگون کرده از خونت همان دیو پلش، مادرت جویت را از لا بلای سنگ سار. گر تو را دیوی به خون رنگین زده، بوی آزادی رسد از پیکرت در کوه سار. آب آبادی براید از خروش موج خون، می تراود زندگی در بام و شام از جویبار. ما به هم تن می شویم سر در گریبان وطن، خون فشانیم در رهت چونان سرود آبشار. گرچه پندارد یکی نابود کرده مردمان، مرگ اهریمن رسیده خفتگان را در شما. در گزافی مرد الدنگ خانده ما را دشمنش، آری آری دشمنی ما سرنگونت خواست با. رو سفید کردی تو چنگیز و سکندر را، کنون فر ایرانی برآرد ریشت را از دمار. ماه دی ماه نگون تو بود شادی ز ما، سر به سر خیزش برانیم هر که باشد بی تبار. کی نشوید دست و دل از دامنت مام مهن، جان و سر بخشد تو را ای میهن خشکیده با. پیشکش به همه جان باختگانی که در راه آزادی جان خودشون رو ارزانی کردن به پیشگاه مردم بزرگ ایران. در پیوند با پرسش شما، من میخواهم این پروانه رو از شما و مهربان دادیار بگیرم که سخنان را در الگو و در قاب داتیکی و حقوقی پردازش کنم. ببینید، یک سخنی رو اینها از علی در گستره داتیکی و حقوقی پخش و رواج دادن و اون این است که الحق مع علی و علی مع الحق. حق با علی است. صداتون رو داریم، بفرمایید. الحق مع علی و علی مع الحق. اینها با این سخن آمدند و گفتند که حق تنها یک نماد و نمود بیشتر ندارد و یکیست، دوتا نیست. از همین جایگاه شوربختانه در درازای 1400 سال و به ویژه در 40 سال گذشته
این رو به گونه‌ای رواج دادن، به گونه‌ای گسترش دادن که حقوق رو در زیر سایه این سخن به ذهن مردمان و جامعه و حاضران بتپانند. این سخن از بن ریشه نادرست، نابهنجار و ناستوده است. زیرا هیچ چیزی در هستی، در این گیتی بزرگ، هیچ چیزی را نمیتوان پیدا کرد، نمیتوان به آن دست یافت که دارای فرایند و تنمایهی به نام حق باشد. هرگز حق نیست. هیچ حقی در جهان هستی هرگز پیدا نخواهد شد و وجود ندارد. آنچه هست داده هاست. داده هایی که پیشینیان به ما دادند و ما دست به دست به آیندگان خواهیم داد. برای نمونه، بهره‌گیری از فضای همسایی و فضای مجازی امروز به نمایه یک چیز روا برای همه جهانیان به شمار می آید. در سانی که 30 سال، 20 سال و 10 سال گذشته هرگز چنین چیزی نبوده است. از این روی و اینها برای اینکه اون دروغ شاخدار، دروغ ناجوان مردانه، دروغی که مفتخاری و راندخاری رو برای اینها به ارمغان بیاورد، در لابلای فرهنگ بزرگ ایرانی جاسازی کردن. در سانی که می دانید بر پایه چامه‌های زیبا و ارزانشی فردوسی بزرگ، داد و دهش در سرشت انسانی همه کسانی که نام آدمیزاده بر اونها درستی و صدق دارد پخش پذیر است و این رو نمیتوان در یک جایی محصور و کرانمند کرد. من بارها در دادرسی هایی که داشتم به اینها، به ویژه به آخوندهایی که به ناروایی کرسی های دادگری رو برای خود پسنداز کردن، میگفتم که اگر حق یکیست، پس چرا در یک پرونده دو سوی آن حق دارند و روامندند و پروانه دارند که دارای دادتر و وکیل باشد؟ به ویژه آن که شما در سایه فشارهای گریزناپذیر جهانی آمدید و در قانون آیین دادرسی کیفری در برخی از پرونده های بزرگ مانند کشتار و قتل، داشتن دادفر و وکیل رو برای چنین کسانی که در بوته گناهکاری جای گرفته بودن فرض و واجب کردید. این نشانگر این است که هرگز حق نمیتواند تنها یک نماد و نمود داشته باشد و اینها با این گفته آمدن همه نمادهای انسانی رو سرازیر کردن به جایی که 12 پیشوای مورد پذیرش خودشون، مورد قبول خودشون رو در این دالان و کنال بر مردم آوار کردن. ببینید اینها از گفتن این سخن یک تئوریزه کردن و کانالیزه کردن این سخن دروغ به سوی 12 تن و از اون سو بهره‌وری و مفتخاری و تنپروری در سایه این که کسی دیگر در خود یارایی هر گونه سرزنش، هر گونه پرجنه و انتقاد رو راه ندهد، کسی نتواند بیاندیشد که مگر میشود به امام معصومی که در جایگاه حق نشسته است سخنی بر پایه پرجنه و سرزنش ران. و همین دستمایه‌ای شده است که آنها با این بربری های ناجوان مردانه مردم و کشور ما را 40 سال به گروگان بگیرند. و خوشبختانه با کوشش های کسانی چون شما و کدبان مانی و پردازش تنمایی راستین و درستین آنچه به نام دین اسلام یا کیش شیعه در ذهن مردم جای گرفته است رو پردازش فرمودید و همین پردازش های کارآمد شما
دستمایه‌ای شده است که جوانان ایرانی، آنهایی که به دنبال فرهنگ، به دنبال شهریوری، به دنبال آزادگی، به دنبال رفاه خیش و آینده خیش هستند، دیگر این سخنان پوسیده و پوکیده و پوچ را بر نتابند، زیرا این سخنان هرگز نمیتواند جایگاه خودش را در میان آدمیزادگان پیدا کند، زیرا همگان به خوبی میدانند که داتیک و حقوق برگرفته از خوی و خیم انسانی است، بر پایه اخلاق بنیادهای حقوقی و داتیکی بنیان گذارده می شود، در حالی که می بینیم شوربختانه در کشور ما به ویژه در پس از خیزش رستاخیزی آبان ما، این نهادها به گونه‌ای رفتار می کنند که هرگز هیچ سخنی رو بر نمی تابند. به جای اینکه بزرگترین دغدغه مردم رو امروز بازگو کنند، دغدغه جهانیان رو بازگو کنند و بگویند چه شمار از جوانان ایران رو دستگیر کردن، زخمی کردن، بازداشت کردن و کشتن، می آیند هر روز فرافکنی های ناجوان مردانی در همون قالب و چارچوب که حق یکیست و دیگر نیست جاسازی کردن. این روند رو شما دیدید در 40 سال گذشته، هماره به سوی یک دن، به سوی جماران و اینک به سوی بیت خامنه‌ای کشندن. همه کسان دیگری که از میان خودشان، نه از بیرون، نه اونهایی که بر اونها میتازن چالش آفرینی میکنن، از میان خودشان همه کسانی که رو در روی جماران و سپس رو در روی بیت خامنه‌ای در پاستور ایستادن، از گردونه خودی ها رانده شدن و با زدن انگ های خونین بر دامن آنها دیدیم که یکی پس از دیگری رو یا به مرگ سپید یا به مرگ سیاه از این گردونه بیرون کردن. بزرگترین کسی که به خامنه‌ای گجسته این همه داده و خدمت کرد کسی نبود مگر رفسنجانی گور به گور شده، و دیدیم که او را چگونه به نمایه کسی که منحرف است، بصیرت ندارد، راندن و سپس کشتن. سپاس من بگم آنم زمان دیگری ندارم. سپاس گذارم از سخنانتون. البته جناب استخر گرامی، ما در این برنامه ها قرار ما این گذاشتیم که به صورت ریشه‌ای بپردازیم. ما فعلا در رابطه با مسائل شیعه به صورت کلی داریم صحبت میکنیم، انشاءالله در برنامه آینده وارد این مقوله میشیم که شیعه چجوری در ایران شکل گرفت و میریم جلو تا از زمان صفویه، بعدم برسیم به صلاح رژیم ملایان شیعه در ایران. ولی به هر حال شما تایید فرمودید که این به صلاح مفاهیم مذهبی هیچ گونه وجاهت حقوقی ندارد و این خیلی برای ما مهمه. سپاسگزارم از شما. بله، صرف نظر از هر گونه تفسیر شخصی، در حال حاضر باورهای سازمان یافته و کلامی شیعه امروز بر این است که تبیین و تفسیر امر دین اسلام، همچنین اداره امور مسلمان ها بعد از فوت محمد پیامبر این دین، بر عهده اشخاصی که از سوی خدا معین میشن. این باور کیه؟ باور این مبلغان مذهبی و دارای ویژگی هایی مثلا عصمت و عدالت هستن و اسمشون هم امام. عبدالکریم شهرستانی کتاب الملل و النهل و بر پایه مذاهب، دیانات و اعتقادات ملت‌های جهان، مخصوصا در اون دورانی که خودش زندگی میکرده، به زبان عربی نوشته. شهرستانی در این کتاب جهانو به 7 اقلیم و مردم جهانو به 4 ملت عرب و عجم و روم و هند تقسیم کرد. ماهیت تشیع رو اینگونه تعریف میکنه که شیعیان کسانی هستند که جانب علی داماد پیامبر گرفتن و حق مطلق امامت و خلافت اونو معتبر میشناسن و این حقو بجز
اخلاف علی و فاطمه دختر محمد پیامبر اسلام بر هیچ کس دیگه جایز نمیدونن. ضمن این که اعتقاد دارن حق امامت مربوط به شایستگی این و اون شخص و حتی به جماعت هم نیست، بلکه تابع اصل وراثته و ماهیت دین و ایمان هم در این اصل خلاصه شده. این اصل قابل انتقال به شخص دیگر یا جماعت دیگری هم نیست. از نظر شیعه حکومت تنها از آن خداست و هر حکمی هم که از جانب خدا، حاکمی هم که از جانب خدا حکم نکنه، فرمانش ناحقه، لزوماً باطل حکم میکنه، طاغوته. در واقع شیعیان معتقدن که این تنها امامان شیعه هستن که شایستگی تشکیل حکومت و قرار گرفتن در رأس ملت ها رو دارند و اطاعت از هر حاکمی غیر از ایشون شرک تلقی میشه و موجب جاودانگی در آتشه. اما سوال عمده‌ای که در این زمینه پیش میاد اینه که بر پایه کدوم مستندی این حق تنها برای خاندان پسر عمه پیامبر اسلام لحاظ گردید؟ اصلا معصومیت این خاندان چگونه احراز شده؟ البته تقریبا برای تمام اعتقادات در این مسائل هیچ دلیل محکمی به جز همین موارد مشکوک ارائه نمیشه و در سایه تقدس کاذب مبتکرین و مؤسسین و مبلغان این مذهب هر گونه راه انتقادی رو به روی باورآورندگانشون مسدود کردن و اونا رو مجبور به پذیرش نقطه نظرهای مذهبی خودشون میکنن. ضمن اینکه یه نوع کتمان دروغگوی شرعی شیعان دارن تحت نام تقیه یا اختفای عقلانی مذهب که به تعریف خودشون در صورت وجود خطر تعقیب و یا ایزا جایز شمرده میشه و این هم در گسترش و ترویج مذهب شیعه مؤثر بود. جناب دادیار، مذهب شیعه در طول تاریخ دائما شاخه و جوانهای تازه و تازه تر از خودش منشعب کرده که این خودش میتونه دلیل سخت جونی این مذهب باشه. حتی در پاره از موارد شیعیان اسماعیلی و غلات در تعلیماتی که تدوین میکنن و به پیروانشون میگن انقدر از اسلام فاصله گرفتن و اونچنان از مبانی به اصطلاح اصولی اسلام دور شدن که به جرئت میشه گفت این شاخه ها اصلا یک ادیان مستقلی هست که تنها نقاب استتار اسلام به رخشون کشیدن. تفسیر و تحلیل شما در این زمینه چیه؟ خیلی دوست دارم که برای ما و بینندگان تلویزیون تحلیل خودتون رو بفرمایید. میکروفون در اختیار شماست. بله، سپاسگزارم از روی هم رفته همه گفتاری که در این باره گفته شد، به ویژه در بخشی که در بخش حقوقی بود که جناب استخر به درستی بیان کردن. ببین جناب طاهری، ملت ایران، مردم ایران، اونهایی که سر در کنکاش و جستجو و کنکاشگری در تاریخ اسلام دارند و یا اگر نکاتی رو از اینجا به اونجا شنیدن و آگاهی نسبی داشته باشن، میدونن که در ایران در همه سلسله ها و همه دوره های تاریخی پس از عباسیان، از دوره طاهریان گرفته، صفاریان گرفته، سامانیان گرفته، همه اینها سنی مذهب بودن و مذهب شیعه در دوره آل بویه است که در واقع با پایان حاکمیت شاهرخ در واقع آغاز میشه. اما مهم اینه که دوستان عزیز ما، به ویژه نسل جوان ما، این ریشه رو ریشه یابی تاریخی بکنن، نه از روی این سلسله های پس از عباسیان. تاریخ تشیع رو باید در سه مسئله اساسی باید بدونن. یک، آیا اصلاً خود محمد فرزندی داشته است که به نام فرزندان او دایه خلافت یا امامت داشته باشند یا نه؟ در برنامه‌های پیشین
تذکر دادیم که از روی تاریخ اسلامی که هرگز محمد دارای اولادی نه زن و نه مرد نبوده است. حتی فاطمه زهرایی که میگویند فرزند خدیجه است و محمد در یکی از روایت هایی که در تاریخ اسلام ثبت شده میگوید که فاطمه تنها یادگار خدیجه مانده است بر من، نمیگوید تنها یادگار ماست، نمیگوید تنها یادگار من و خدیجه است، میگوید تنها یادگاری است که از خدیجه برای من مانده است، یعنی دختر من نیست. و تاریخ به با سند نشون میده این مسئله رو که محمد داره فرزند نبوده. چرا؟ برای اینکه از خدیجه 40 ساله شما تصور بفرمایید در جامعه حجاز محمد با خدیجه 40 ساله ازدواج میکنه و پس از اون با 3 تا جوان زنان بسیار جوان مانند صفیه، مانند خود عایشه که از 9 سالگی است، مانند جویریه، اینها زنان کم سن سالی بودند، هرگز از اینها دارای فرزند نشد. عایشه بارها گریه کرد که من باید از نسل محمد فرزندی داشته باشم تا پادشاهی دنیای عرب به عهده بگیره، اما هرگز این اتفاق نیفتاد تا اونجایی که در آیه، در واقع اونجایی که به محمد میگوید که ان شانئک هو الابتر، تا اونجایی که شخصی به نام یکی از به هر حال مخالفان محمد طعنه میزنه به محمد که این آقا دمبریده است، ایشون صاحب فرزند نخواهد شد، که آیه بدل اونو محمد میاره که آن که میگوید من دمبریده هستم نیستم، او دمبریده است. ان شانئک هو الابتر. آس ابن وایل، ببخشید اسمش یادم اومد، آس ابن وایل همیشه به محمد در بازار حجاز، در بازار مکه مدینه طعنه میزد که مردم به دنبال کسی راه افتاده اید که به آرزوی خود یک فرزند است نمیرسد و این آدم دمبریده است. بعد محمد برای اینکه از شرمندگی این بیرون بیاد از زبان اللهش میگوید که این دمبریدهی که میگوید من نیستم و این در شأن خود گوینده آن هست، که در واقع با باطلگویی این مسئله میپردازد. و سپس تاریخ ثابت میکنه که محمد با زنانی ازدواج کرده است، گفتیم این مسائل رو، که دارای فرزند بودند پیش از اون که محمد با اونها ازدواج بکنه، و سپس که محمد ازدواج کرده است صاحب فرزند نشدن، و یا با زنی ازدواج کرده است که با محمد صاحب فرزند نبوده اما هنگامی که محمد اون رها کرده صاحب فرزند شده که نامشون نیست در تاریخ ثبت شده. لذا در هیچ کجای تاریخ یک فرزند رو به محمد نسبت میدن که اونم از زن کنیزی است که مقوقس پادشاه مصر به او اردانی داشته به عنوان یک خلفت، که عثمان آورنده اون از مصر، خلیفه سوم یا داماد به اصطلاح اونجوری که تاریخ کذایی مسلمانان میگوید که زینب و رقیه رو فرزند اون میدونن که عثمان با اونها ازدواج کرده، دروغ محض است. این زن هنگامی که از مصر آورده میشه در راه توسط عثمان آبستن میشه، هنگامی که میارتش برای محمد زنان محمد میگویند از راه نرسیده آبستن شده است و این نمیتواند فرزند محمد باشد، در حالی که در تاریخ طبری روایتی است که یک روز محمد هنگامی که این فرزند، در واقع این زن مصری رو، ماریه رو داره نگاه میکنه و میخنده، میگوید شبیه به من هست، عایشه میگوید این فرزند شبیه به هر کس باشد هست الا تو، و ثابت میکند که این فرزند نیز تاریخ میگوید که اینو در راه عثمان آبستن کرده بوده و یا قاسم یا ابراهیمی محمد هرگز نداشته. لذا هم میهنان عزیز ما، اینهایی که به تاریخ تشیع گرایش دارن، فریب ملاها رو نخورن. محمد به طور کلی از ریشه دارای فرزند نبوده تا امامتی برای فرزندانش شیعه، شما اول اثبات بکن که برادریت رو اثبات کن بعدن سهم ببرید، شما نخواست ثابت بکنید که محمد دارای فرزندی بوده سپس ادعای امامت یا خلافت بکنید. دیگر اینکه جناب طاهری اگر توجه بفرمایید همه این یاران محمد، همه این دوستان محمد همدیگر خودشون کشتن، و علی اگر در واقع به لحاظ اسلامی درست اندیشه بکنیم،
قاتل عشرت المبشرین است که پیامبر به اونها وعده بهشت داده. یعنی علی قاتل دو نفر از وعده گیرندگان بهشت هست، هم طلحه و هم زبیر جزء عشرت المبشرین هستند که توسط یاران علی، توسط همراهان علی در جنگ علی کشته میشوند. و به علاوه اسیر کننده زن محمد هست، به اسارت میگیره عایشه رو. و سپس همینجور میبینید که این بی احترامی در همه یاران محمد ادامه داشته. بعد از محمد شما میبینید که عایشه رو معاویه اسیر میکنه، از مدینه ورش میداره، میبردش سوریه و در اونجا در یک محاکمه پنجتنه اونو محاکمه میکنه و سپس در خانه نشین میکنه در مدینه، که میگه هر وقت دلت خواست میتوانی بری سر قبر شوهرت گریه بکنی، اما ارتاط مواظب و نگهبان تو خواهد بود. ارتاط فرمانده در واقع رئیس ساواک معاویه است و معاویه نخستین کسی است در تاریخ نه فقط اسلام بلکه در تاریخ جهان که نخستین ساواک، نخستین سازمان امنیت دولتی رو آن هم درست بر علیه عایشه بنیانگذاری میکنه. برای اینکه ابو سفیان گفته بوده که معاویه حواست باشد آن جهنمی که محمد وعده به پیروان خودش داده، آن جهنم جهنمی دروغین است، اما یک جهنم پیش روی توست و آن خود عایشه است. و به همین خاطر نیست معاویه اجازه نمیده که عایشه مانند عملکرد زمان عثمان لشکری بکشه و خلیفه رو بکشه و منو هم بکشتن بده. به همین خاطر اونو شبانه اسیر میکنه. همه اینها خودشون کشتن. این کشتار وحشیانه دستگاه خلافت یک میراث بزرگ از زمان خود محمد که اون کشتار بنی قریظه رو انجام داد در بیرون و حتی کشتار کسانی رو که دوست نداشت و تهمت هایی که به افرادی میزد که از اون بازگشت میکردن، این کشتار رو شما در حاکمیت شیعه نیست به خوبی میبینید که همه یاران خودشون و خمینی سر بریدن، از قطبزاده گرفته تا منتظری گرفته تا آیت الله شریعت مداری گرفته، همه و همه این کشتار درونی تا خود رسمن جانی خونخوار گرفته، همه اینها قاتل یکدیگر خواهند بود. و این میراثی است که این تفکر جهنمی هم در شیعه ادامه داشته و ادامه خواهد داشت. اینه که چیزی به نام امامت و خلافت از اساس و بنیاد در واقع که مذهب شیعه از اون بیرون بیاد به طور مطلق دروغ محض است. محمد دارای فرزندی نبوده است تا امامتی باشد و فرمانی از سوی خدا برای امامت. هرگز در قرآن در همین کتاب که توسط عثمان با اون وضعیتی که به لحاظ تاریخی گفتیم که چگونه این قرآن تدوین شد و چگونه اونو از احادیث جدا کردن، چگونه در زمان بنی عباسیان اینو تدوین کردن، چگونه آیاتش رو تبدیل کردن توسط حجاج ابن یوسف که جناب ده خدا به درستی اونها رو اون حکیم بزرگ ما جمع‌آوری کرده و 12 سوره قرآن رو در زمان در واقع مروان اینا رو حجاج ابن یوسف جابجا کرد و در اونجا تدوین کردن. شیوه ادبی قرآن چیزی نبوده که در زمان محمد، نخست اینکه در زمان محمد هیچ برگه‌ای وجود نداشته به نام اون و همه اینها در برخی موارد حفظ کرده بودند و این حافظین قرآن هم در جنگ مؤونه و سپس در جنگ در واقع مرتدین همه کشته شدن. همه اینها رو خودشون جمع‌آوری کردن، خودشون گذاشتن و تاریخ میگه اینو در زمان عباسیان از نستوریان گرفتن و ترجمه کردن به زبان عربی، که بعضی از مورخین میگوین این یک دینه عربی یهودی هاست، مال یهودی هاست به زبان عربی. و شما اگر محتوای قرآن رو نگاه بکنید هیچ چیزی به جز افسانه ها و روایات، شما همه افسانه ها و روایات تورات رو ازش بردارید چیزی باقی نمیمونه به جز قتل و کشتار و جنایت های جنگی. سپاسگزارم از شما جناب دادیار گرامی. بله، همطور که فرمودید شیعه در جغرافیای میان رودان که به هر حال اون زمان تقریبا در اختیار پادشاهی ایران بود تناور شده. به درستی این تناور شدنش هم به خاطر همینه که میبینیم بسیاری از سردمداران شیعی که ایران رو ترک کردن به نجف رفتن
نمیدونم حوزه مذهبی زدن یا اینکه کتبی مخصوص شیعیان. البته نمیشه به مردم اون زمان ایراد گرفت، به دلیل اینکه مردم احساس میکردن که واقعا میخواستن از دست بنی امیه نجات پیدا کنن. خوارج در نمیدونم خراسان بزرگ گروهی رو تشکیل داده بودن که از عموی مثلا عباس، عموی مثلا پیامبر طرفداری میکرد که بتوانن امویان رو سرنگون کنن. و وقتی هم به این کار، یکی از مسائل اسلامی اتفاقا همینه که وقتی دست به قدرت پیدا میرسه دیگه اصلا فراموش میکنه، فقط براشون حفظ قدرت مهمه. بله بله جناب تایی، هم اشاره که کردید بسیار بسیار بجاست. این ما ایرانی ها همیشه به دنبال یه تضاد میگشتیم که اینها رو به جان خودشون بندازیم. از همین زاویه شیعه در آغاز یک حرکت ضد عرب ایرانی بود. بله بله، به انحراف کشیده شد. بله. چرا؟ به خاطری که آدمای فرصت طلب اومدن اینو به نفع خودشون مصادره کردن. به درستی، به درستی. همیشه هم یکی از مسائل شیعه این بوده که در نقاط روستایی خودشو حامی روستاها زحمت کشان نشون میداده. ولی وقتی به خمینی هم همین کار کرد، هی دم از مصادره میزد. وقتی به قدرت رسید اصلا گفت مستضعف کیه؟ من مستضعفی نداریم که، ما برای اسلام انقلاب کردیم، ما برای فلان کردیم. اصلا همه چی ریادش رو رفت. دقیقا این مسائلی است که مرتبا داره تکرار میشه در تاریخ شیعه. یه چیزی نیست که فقط در صدر زمان به اصطلاح شکلی شیعه وجود داشته باشه، نه، مرتبا داره تکرار میشه. سپاسگزارم از شما جناب آقای استخر گرامی. ما یک مسئله ای داریم در رابطه، یک اعتقادی شیعیان دارن در رابطه با امامانشون که میگن اینا صاحب عصمت هستن. یعنی من تصورم اینه که معتقدن هیچ گناهی مرتکب نمیشن و هیچ گونه اشتباهی ندارن. من این سوالات مخصوصا از شما میکنم چون رشتتون حقوقه، میخوام از نظر حقوقی اینو آگاه بشم. آیا اصلا انسانی وجود داره در روی کره زمین که بتوانیم اون بگیم عصمت، صاحب عصمت، عصمت داره، هیچ گونه اشتباهی نکرده؟ با توجه به اینکه ما از پیشینه امامان شیعه وقتی نگاه میکنیم همهشون یک جز، اولا به جز خوردن و خوابیدن و زنبارگی چیزی دیگه از اینا ندیدیم، هیچ هنری از اینا ندادیم، به جز جعفر صادق که حالا اومده به اصطلاح فقه شیعه رو نوشته چیز دیگه، تازه اونم باز خدمتگزار به اصطلاح خلیفه اموی بوده، چیز دیگه ای ندیدیم. آیا به نظر شما این جایگاه حقوقی این عصمت در جامعه شیعیان چیه؟ چگونه است؟ آیا میشه همچین چیز رو باور کرد به نظر شما؟ یا اینکه نه اصلا غیر قابل قبوله؟ بفرمایید، میکروفون درفتیم. با درود دوباره به شما و مهمان برنامه. ببینید، پاکیزه جانی یا عصمت یکی از اون بزرگترین دروغهایی است که میتواند آدمی مانند آخوند آن را برسازد. نخستین چالش و پتسویی که میان پاکیزه جانی و فرایند انسانی همراه با این که ما بخشی از گیتی هستیم، تن و پیکر و جان و ذهن و اندیشه ما بخشی از گیتی است و گیتی، هر آنچه در گیتی است، پله پله و زمان به زمان بالنده می شود، جوان می شود و سپس رو به میان سالی می گذارد و سپس از میان رفته. پاکیزه جان بودن یعنی بر نتابیدن زمان. مگر می شود کسی دارای رگ و پوست و استخوان و ماهیچه و غضروف و و و و چیزهای دیگری باشد ولی پاکیزه جان باشد؟ چرا؟
چون آفرینش یکایک ما بر پایه کاتوره ها یا اتفاقات یا شوش ها، یعنی به سخن دیگر زندگی من و شما و همه انسان هایی که آمده اند بوده اند و خواهند آمد بر پایه یک کاتوره و اتفاق و در سایه ده ها سامانه و شرط پیدا می شود. اینکه بانوی با مهربانی، آقایی با خانمی همبستر شود، اینکه اون سامانه و شرایط زهدان و اسپرم مرد آمادگی اون آمیزش رو داشته باشد تا بتواند نهالی رو برسازد، همه اینها در سایه شوش است. به سخن دیگر زندگی ما امکانی است. چگونه میتوان در زندگی امکانی برای آدمیان باور به پاکیزه جانی داشت؟ هرگز پاکیزه جانی نیست. از همین روی این سخن بیهوده، نادرست و ناجوانمردانه آخوندهای کیش پیشواگرایی برگرفته از سخن دیگری است که به درستی شما و مهمان ارجمند برنامه به آن پرداختن، و آن پنهانکاری است. پنهانکاری یکی از آمیزه ها و قاعده های بنیادین آخوندها در درازای 1400 سال گذشته است. پنهانکاری میکنن برای اینکه ترانمایی و شفافیت رو هرگز به مردم رونمایی نکنن. ببینید، در میان دیگر باورمندان و دیگر دین ها و به ویژه در کشورهایی که خودشون رو از بند و بست های دینی رها کردن، امروز یک کوچکترین ایرنگ و اشتباه مایه آن می شود که در سرتاسر جهان و در کشورهای خودشان رسوا بشوند. از این روی پاکیزه جانی مانند آیه های قرآنشان که هیچ سرچشمه و منشأ درستی برای پژوهش در آن باره در دست نیست، هیچ باستینامه و تاریخ درست به جای از اون نمیتوان پیدا کرد، همانند آن است. از این روی این سخن یک سخنی است تنها برای سوار شدن بر موج نادانی و جهل. و باز دوباره خواهم گفت، برای این است که کانالیزه کنن که بگوین شما و من هیچ کاریم، هر اندازم کارزار کنیم به جایی نخواهیم رسید، به پایه اون پاکیزه جانان که 14 تن هستن نخواهیم رسید. پس کوشش بیهوده نکنید، کوشش بیهوده نکنید تا شماری از کسانی که بدترین مردمان هستن، ناآگاه‌ترین مردمان هستن، جاهل‌ترین ها هستن، بر ما سوار شوند و آنچنان کنند که امروز در کشورهای اسلامی با آن روبرو هستیم. از این روی میزان ها، آمیزه ها، قاعده های داتیکی هرگز چنین سخنی را بر نمیتابد. همین که ما دست به نگارش قانون میزنیم، سخن این است که چیزی به نام پاکیزه جانی یا اسمت نمیتواند قابل تحقق باشد. یعنی من، شما و دیگران نیز دچار ایرنگ و اشتباه خواهیم شد. سپاسگزارم از شما. ما یواشواش داریم به پایان برنامه میرسیم. من میخواستم از جناب آقای دادیار تقاضا کنم ظرف 2-3 دقیقه میخوام مسئله شیعه رو در خارج از ایران در این برنامه ببندم، که در برنامه آینده وارد روند شیعه در داخل ایران بشیم، یک برنامه خوبی رو قرار بذاریم که ببینیم که شیعه‌گری در داخل ایران به چه صورت گسترش پیدا کرد و به کجا کشید، چگونه صفویه، و بعد هم برسیم به اصطلاح رژیم اسلامی ملایان. از این جهت یک 3 دقیقه من وقت میدم برای آقای دادیار که یک جنبندی مختصری در رابطه با این مسائل بکنن که ما برنامه آینده بریم داخل ایران و شیعه‌گری رو در داخل ایران مورد بررسی قرار بدیم. بفرمایید آقای. بله، سپاسگزارم.
ببینید دوستان، به یک روایت این ادعای شیعه ها درسته که 12 امامشون به راستی معصومن، برای اینکه اگر شما گناهی یا بیگناهی یک حاکمیت رو بخواید به حساب بکنید، برای اینکه این امام ها رو ما خارج از خلافتگری، خارج از سرداری، خارج از حکومتگری که بررسی نمی کنیم. اینها امامند که جامعه رو حفظ کردن، اینها امامند که به رهبری رسیدن. آنچه که مورد نظر شیعه ها در این گفتگوست بر دروازه معصومیت که تکیه میکنن، یعنی اینها در امارت خودشون، در خلافت خودشون، در رهبری جامعه دچار خطا نشدن. خب در از این راه درست میگن، به راستی که خطا نکردن، چون هرگز به خلافت نرسیدن، چون هرگز به قدرت نرسیدن. کسی که هرگز در قدرت نبوده چه خطایی میتونه انجام بده؟ چه خطای سیاسی رو ما براش امروز در نظر بگیریم؟ و الا بدون از خلافت و بدون از امارت که مسئله معصومیت مطرح نیست. اینا زندگی در امارت، زندگی در خلافت، زندگی در حکومت نکردن. اگر از این زاویه است، مسلماً اینها کسی که نمیدود نمیافتد، کسی که عمل نمیکند دچار خطا نمیشود. از این لحاظ شیعه ها درست میگن، آنها هرگز به حکومت نرسیدن تا خطایی برشون بنویسن. این یک تنها تعبیری است که میشه از اسمت اینها کرد. اما درباره خلاصه گفتگو، بسیار بسیار زیبا فرمودید. گفتگویی که انجام شد بر سه پایه‌ای که عرض کردیم، همه ما متحد در واقع همسوی با اون بودیم، این هست که هرگز فرمانی در قرآن به صورت مستقیم برای امامت یا خلافت، چه به صورت خلافت سنی ها باشه، چه به صورت امارت شیعه ها باشه، هرگز وجود نداره. و محمد خودش در گفتهاش تأکید کرده که پیغمبران دچار دارای میراث نخواهند بود. این میراث چه به صورت مادی باشه، چه به صورت خلافت یا حکومت باشه، هرگز وجود خارجی نداره. دوم اینکه راه برگزینش امارت و خلافت در اسلام سه شیبه بوده: شیبه نسل بوده، شیبه اجماع بوده و شیبه شورا، که هرگز این مسئله برای شیعه اتفاق نیفتاده. چهارم همین است که تاریخ و مستندات تاریخی بسیار صریح و روشن، البته آن تاریخ قیل و قالی که در تاریخ طبری، زهری، مسعودی، علی ابن اسیر، واقدی و و و هست، هرگز محمد دارای هیچ گونه فرزندی، چه دختر یا پسر، نبوده است. و همه آنچرا که ما امروز در ایران داریم یک تضاد ایرانی ها بوده با خلافت اموی ها، که زور و فشارهای اجتماعی بیش از حدی رو بر ایرانی ها روا داشتن، و ما از تضادی که بین رأی ندادن ابوبکر و علی بوده استفاده کردیم و اینو پروراندیم، سپس شاخ و برگ دادیم و یک مشتی دکاندار به نام دکانداران دینی از اون نمد کلاهی برای خودشون دوختن. سپاسگزارم. خیلی ممنون جناب آقای استخ. شما هم 2 دقیقه فرصت دارید بفرمایید جمع‌بندی شما به لحاظ حقوقی، به لحاظ حقوقی ها، از این اعتقادات شیعیان چی بوده که شیعیانی که واقعا در خارج از جغرافیای ایران بودن، که ما بتوانیم برنامه آینده ما رو بر اساس نحوه گسترش شیعه در ایران هماهنگ کنیم. بفرمایید 2 دقیقه فرصت دارید. بله، ببینید، یکی از برجسته ترین، ارزنده ترین و مهم ترین جستارها و موضوعاتی که در میان پیروان پیشواگرایی یا مذهب شیعه به سختی از آن پدافند میکنند، همانا این است که فرمان خدای محمد این بوده است که این 12 تن جانشین، یکی پس از دیگری جانشین محمد هستند و اینها آمدند تا دین خدا را به همه جهانیان ارزانی کنند و اونها را از سیاه‌چاله های نادانی و تاریکی برهانند. من سخنم این است به همه این دلبندان، به همه این نازنینان، با بیشترین ارج‌گذاری به آنها، از آنها می‌خواهم ببینند چرا در کتابی که آن را بزرگترین کتاب و دست نخورده ترین کتاب آسمانی می‌دانند، درباره زنبور، درباره مورچه، درباره فیل، درباره انجیر، درباره زیتون سخن به میان آمده است
ولی چرا درباره ارزندترین، برجسته‌ترین و مهمترین چیزی که بایستی در آن باره سخن گفته میشد سخن به میان نیامده است؟ افزون بر این بایستی بگویم پاکیزه جانی یا عصمت از نگاه حقوقی گزینش های گوناگون پیش روی آدمیان را از میان بر می دارد. ببینید شما در هر رویداد، در هر پیش آمد دارای چندین گزینه هستید. یک گزینه تنها پیش روی شما نیست. این که شما کدام گزینه را برگزینید تنها و تنها به کامش و اراده شما بستگی دارد. و از این روی اینها آمدن با تک گزینه کردن این را به مفتخاری، به راندخاری و به سرکوب و کشتار مردم در درازای تاریخ پرداختن و همه کشتارها هم میان خودشان بوده است. سپاسگزارم. سپاسگزارم از شما به خاطر مطالب بسیار ارزنده‌ای که فرمودید. به اعتقاد شیعیان خداوند در تمامی زمانها یه نفر رو به عنوان امام و سرپرست الهی قرار داده و زمین هرگز از امام که حجت خداست خالی نیست. اما این حجت‌های متفاوت خدا تنها زمانی میتونن دست به تشکیل حکومت بزنن که اقبال و خواست عمومی برای این امر وجود داشته باشه. به باور شیعیان علت عدم حضور و تشکیل حکومت آخرین امامشونم که اونو منجی خودشون میخونن عدم خواست واقعی مردم برای تشکیل حکومت الهیه. بنابراین این باور به شدت تشکیل حکومت مذهبی ملایان شیعی در ایران در سال 1997 میلادی رو به چالش میگیره و ما در برنامه آینده به این مطلب خواهیم پرداخت. با سپاسگزاری از میهمانان گرامی، همچنین از مدیریت رسانه مانی و شما بینندگان گرامی، تا درودی دیگر، بدرود.